ماتئو رنسی نخست وزیر جدید ایتالیا روز دوشنبه رؤسای جدید شرکت‌های بزرگ این کشور را تعیین کرد. مردی که قصد دارد ایتالیا سریع‌تر حرکت کند، تصمیم گرفت 3 زن را در صدر شرکت‌هایی که دولت سهامدار عمده آنهاست بگمارد. بدین ترتیب اما مارچگالیا در صدر شرکت نفت و گاز اینی قرار گرفت و پاتریتسیا گریکو مدیریت شرکت برق و گاز انل را عهده‌دار شد. پست ایتالیا هم که یک شرکت 100% دولتی است به لوئیزا تودینی سپرده شد. و سرانجام جانی د جنارو رئیس فین مکانیکا فعال در حوزه هوا و فضا و صنایع دفاعی در سمت خود ابقا شد. ماتئو رنسی برای انتخاب هر یک از این مدیران با خزانه‌داری و همچنین شخص رئیس جمهوری ایتالیا مشورت کرده است. حقوق سالیانه این مدیران قبل از کسر مالیات 238 هزار یورو در نظر گرفته شده. شرکت‌های دولتی ایتالیا حدود 1/3 بازار بورس این کشور را تشکیل می‌دهند. اما تغییرات مدیریتی در این شرکت‌های بزرگ تأثیر چندانی بر ارزش سهام آنها در بورس میلان نگذاشت.